توی سناریوی اول کاری که کردیم این بود، دو تا پی سی بودن، یکی تو رنج در واقع 10/24 24 مثلا 100 آی پی گرفته بود، یکی 192/168 200 آی پی گرفته بود. اتر 2 اتر 3 آی پی این 1/1 بود /24 آی پی این چی؟ 2/1 بود /24. خب کاری که کرد و تستی رو که تو اون سناریو انجام دادیم این بود که ببینیم آیا اینها همدیگه رو میبینن، به چه شکل. اومدیم از یکی اون پی سی مقابل رو پین کرد. دلیلش هم این بود که علارغم این که این توی یک انایدی بود، انایدی یک، و این هم توی یک انایدی دیگهی بود، انایدی دو، چون بردیم توی تجهیز لایه سهی اومد مشکل رو حل کرد. توجه کردید؟ خب الان قرار توی ما در واقع ماژول بعدی یک موضوعی رو مطرح بکنیم به نام بریجینگ. یعنی چی؟ یعنی اپریشن دیوایس من تو جایی که صلاح میدونن. حالا سناریوش رو با هم انجام میدیم. به جای اینکه لایه ای باشه بیا چی تو لایه دوی انجام میشه. پس با این حساب لاجیک قضیه این هست که مثلا من میخوام یه سناریویی رو داشته باشم که دو تا پی سی من توی یک انایدی باشن. یعنی مثلا این 192/168 1/1 باشه، این هم 192/168 1/2 باشه، و چون هر جفتشون توی یک انایدی هستن، سیم انایدی هستن، بایستی یک کانفیگی رو روی روتر او اس هم انجام بدم، روی روتر بورد هم انجام بدم که اپریشن این از لایه سه ای بیا توی لایه دوی. چجوری؟ بریم یه سری تئوری هایی رو با هم مرور بکنیم از نتورک پلاس. تو لایه سوم گفتیم روتر کار میکنه و چه تجهیز دیگه ای بود؟ به سویچ لایه سوم چی میگفتیم؟ چی؟ MLS مالتی لایر سویچ. MLS مالتی لایر سویچ. توی لایه دوم مدل OSI چی کار میکرد؟ چه تجهیزاتی رو میتونیم نام ببریم؟ لایه دو سویچ. تجهیزات رو ریست کانفیگ بکنیم. خودتون که دیگه ریست کانفیگ نکنین دیگه. سویچ و بریج. تو لایه یک چی بود؟ همون چیزی که خودتون فرمایش کردین. خب هاب گفتیم تو لایه یک کار میکنه، چند تا کالیژن دومین داشت. چی بود اصلا کالیژن دومین؟ کالیژن دومین یعنی این که فضایی که احتمال کالیژن یا برخورد دیتا وجود داره. عامیانه تر بگیم، اگر این پی سی و این پی سی همزمان شروع بکنن به ارسال دیتا روی شبکه من، چون این دیوایس من یه دونه کالیژن دومین داره، نمیتونه این برخورد و منیجمنت دیتا رو انجام بده و احتمال
در واقع کالیژن یا تصادم یا برخورد دیتای من وجود داره. بنابراین هر جایی و هر وقتی که دو تا پی سی تصمیم میگیرن که با هم دیتا رو روی مدیا بریزن، احتمال کالیژن وجود داره. پس توی این توپولوژی زمانی که من در شبکم هاب دارم، همزمان یک دیوایس من بیشتر تو شبکه دیتا نمیریزه، هم یه دونه کالیژن دومین داره، هم یه دونه برودکست دومین. خب اومدن با ایجاد بریج تعداد کالیژن دومین ها رو از یه دونه بردن دوتا. چرا؟ چون بریج یه دیوایسی بود که دوتا اینترفیس بیشتر نداشت. خب درسته اپریشنش اپریشن لایه دویی هست، ولی خب بر اساس حالا اون تکنولوژی که اون زمان بود، تعداد پورت هاش محدودیت داشت، دوتا پورت بیشتر نداشت. پس من توی بریج دوتا کالیژن دومین دارم، یه دونه اینجا یه دونه اینجا. عملا توی هر کدوم از زون‌های من، زون یک یا زون دو، اگر این شروع بکنه به دیتا ارسال کردن، اینم شروع بکنه به ارسال کردن دیتای من، اینجا بریکاپ میشه. پس من دوتا کالیژن دومین دارم. منتها سویچ همون بریجه، یعنی داره توی لایه دو کار میکنه، با این تفاوت که لیمیتیشنه یا محدودیت پورتای من حل شد، مشکلش حل شد. اصطلاحا میگن به تعداد پورت ها در سویچ کالیژن دومین داره. چرا؟ چون یک جدولی داره به نام MAC address table یا CAM table، میگه به پورت مثلا اتر دو من یه دیوایسی با MAC address فلان وصله، به پورت اتر دو یا سه من MAC address مثلا دو. نگاه میکنه به این جدول CAM table‌اش، اگر یه بسته ای رو دریافت کرد، نگاه میکنه که تارگتش کجاست، بر اساس این جدول فوروارد میکنه دقیقا به تارگت مقصد. حالا تمام سناریویی که ما تا الان انجام دادیم این بوده که روتر بورد من هر پوردش یک برودکست دومین جداگونه است، یعنی داره چی تو لایه 3 داره کار میکنه. حالا من میخوام کاری بکنم که دیوایس من توی لایه 2 کار بکنه. یک مفهومی رو داریم به نام بریجینگ. آیا این یک در واقع اینترفیس فیزیکاله؟ یعنی اگه من نگاه بکنم یه پورتی به نام پورت بریج میبینم؟ نه، اصطلاحا میگن یک لاجیکال اینترفیسه، یک اینترفیس لاجیکاله، فیزیکی نیست، مفهومیه، منطقیه. حالا من بر اساس اون سناریویی که دارم اینترفیس های فیزیکیم، مثل همین اترنت ها، SFP ها، تانلینگ هایی که دارم، اینترفیس های وایرلس هم رو میام چی؟ داخل این اینترفیس لاجیکال گروپش میکنم. به اینترفیس بریجم اصطلاحاً میگن مستر. به اون اینترفیس هایی که داخل اون اینترفیس لاجیکال قرار گرفته اصطلاحاً میگن اسلیو، برده. ترجمه کنید. خب بریم با هم این سناریو رو انجام بدیم. دو تا لپتاپ رو میخواییم توی سناریو استفاده بکنیم. روی یکی IP 1.1 ست بکنیم، روی یکی IP 1.2. اتر 2 و اتر 3، و میخوام یه اینترفیس بریجی رو ایجاد بکنم که در واقع اتر 2 و اتر 3 رو گروپ بکنه. بریم ما هم انجامش بدیم. خب من به لپتاپ شما نیاز دارم. یوانس ncpa.cpl. خب من روی کارت شبکه لپتاپم IP 192.168.1.1 رو ست میکنم، شما هم زحمت 1.2 رو بکشید.
اومدم بریج رو انجام دادم، پورت هامو گذاشتم، پورت اتر دو و و اتر سه اپلای. اوکی یک دو بودی؟ آره یک دو.